22 روز دیماه برابر با 12 ژانویه سال 1284 خورشیدی برابر با 1905 میلادی، صدور فرمان تأسیس عدالتخانه توسط مظفرالدین شاه قاجار، پافشاری و مبارزات مردم ایران برای به دست آوردن حق تصمیم گیری در امور خیش و برقراری حکومت مشروطه، سرانجام شاه قاجار را به قبول این خواسته ناچار ساخت. بست‌نشینان در حرم حضرت عبدالعظیم با واسطه قرار دادن سفیر عثمانی خواسته های خیش از جمله تأسیس عدالتخانه در سراسر کشور را به دولت اطلاع دادند. مظفرالدین شاه نیز که شور و هیجان مردم را در این امر دیده بود، بدون هیچ درنگی حکم تأسیس عدالتخانه را صادر نمود. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی، تشکیل شورای انقلاب به فرمان آیت الله خمینی. با اوجگیری اعتراضات خیابانی در ایران، اندیشه طرح تشکلی به نام شورای انقلاب شکل گرفت و در سفر آیت الله مرتضی مطهری به پاریس این موضوع با آیت الله سید روح الله خمینی در میان گذارده شد. اعضای این شورا عبارتند از حضرات آیات سید محمود طالقانی، سید محمد بهشتی، مرتضی مطهری، حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد رضا مهدوی کنی و سید علی خامنه‌ای و آقایان یدالله صحابی، مهدی بازرگان و عباس شیبانی. اعضای این شورا بودند که در ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت پیشنهاد کردند و اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ملی شدن بانک ها و کار دادگاه های انقلاب، برگزاری همه پرسی در رابطه با نظام جمهوری اسلامی، بررسی پیشنویس قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه های مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را تصویب نمودند. سال 1388 خورشیدی برابر با 2009 میلادی، کشته شدن دکتر مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران و دانشمند هسته‌ای ایران، که در سن 50 سالگی به هنگام بیرون آمدن از منزلش بر اثر انفجار یک بمب کنترل از راه دور ترور شد. او مدرک کارشناسیش را از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد و دکترای فیزیک با گرایش ذرات بنیادی را از دانشگاه صنعتی شریف کسب کرده بود و از دانشجویان نخستین دوره دکترای فیزیک در داخل ایران به شمار می آمد و نخستین شخصی بود که در ایران دکترای خود را در فیزیک دریافت نموده بود.